رولات آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی می نویسد اهل یکی از روستاهای اطراف اصفهان بود. به پدرش گفت اذن بده برم طلب بشم. فرمود پسرم طلبگی اسرت داره، زحمت داره، منم توان مالی ندارم کمکت کنم. به پدر عرض کرد با همه سختیاش راضیم، اذن شما منو کفایت میکنه. اجازه گرفت، کیسه نانی برداشت و اومد در یکی از مدارس اصفهان مشغول درس شد. پدر گفت برم شبی سری به پسرم بزنم. اومد دید پسر نه شمی داره، نه زیر اندازی داره، نه لوازم گرم کننده داره، نه غذایی داره. گفت ابوالحسن صبح کتاباتو بردار بریم، از این لحظه دیگه راضی نیستم طلب باشی. گفت آقا جان من راضیم. گفت من دیگه رضایت نمیدم بمونی. سید ابوالحسن اومد گوشه خلوتی در مدرسه ایستاد، سلام داد به امام زمان، المستغاث بك يا صاحب الزمان. عرض کرد آقا اگه میشه یه لطفی کنید بابا منو نبره. لحظاتی گذشت، خادم مدرسه گفت سید ابوالحسن دم در کارت دارن. اومد دم در، دید جوان خوش سیمایی پشت در ایستاده. فرمود سید این پولا رو براد آوردم، برا مخارج فلان جای حجرم برات شم گذاشتم، برو شما رو روشن کن، فردا برات زغالم میفرستم، سرما نخوری. از قول من به پدرت بگو ما هم صاحبی داریم، اینقدر نق نزن ما هم مولایی داریم. سید اومد تو حجره، شمع رو پیدا کرد و روشن کرد. بابا گفت کی بود پسرم؟ گفت به گمانم امام عصر بود بابا. گفت آقا چه فرمودن؟ گفت آقا برام شمع گذاشته بودن، پولم دادن، فرمودن فردا برات زغالم میفرستم، سرما نخوریم. آقای پیغامم برات تو دادن بابا. گفت چه فرمودن آقا؟ گفتم آقا فرمود به پدرت بگو اینقدر نق نزن ما هم صاحبی داریم، ما هم مولایی داریم. تعریف اکنون نقل یک انسان عادی نیست، نقل مردی است که شاید تن رنجوری داشت اما امیدش تمام نشده بود و نگاهش بسته نبود. نگاهش را هنوز به در دوخته بود و امید داشت که نوری فرود می آید و او را از شب بی ستارهش برون می سازد. نقل روزگاری که بر حاج علی محمد کتاب فروش بهبهانی گذشت. او مرد صالح بود و مورد اعتماد دوستان. از امتحان روزگار مبتلا شد به نوعی بیماری که بسیار به طول انجامید و پایانی نداشت. کم کم کار به جایی رسیده بود که قوای جسمی نداشت و ضعیف شده بود. طبیب او سید الفقها و المجتهدین آقا حاج سید علی شوشتری بود و قابل ذکر است که ایشان برای کسی غیر از شیخ مرحوم طبابت نمی کرد، اما طبابت او را قبول کرده بود و از معالجه مأیوس شده بود، ولی برای تسلی خاطر او مقداری دارو تجویز کرده بود. در همان ایام بیماری روزی یکی از دوستانش نزد او آمد و گفت برخیز تا با همدیگر به وادی السلام برویم. تو که میبینی من قدرت بر حرکت ندارم، چگونه میتوانم به وادی السلام بیایم؟ بسیار اصرار کرد و او ناچار شد با او همراه شود. چون به وادی السلام رسیدند، ناگاه در مقابل او مردی با لباسهای عربی و بسیار با هیبت و جلالت
ظاهر شد و به طرف او آمد. چون به او رسید دستهای خود را به طرفش دراز کرد و فرمود بگیر. حاج علی محمد بهبهانی با ادب کامل دست مبارکش را گرفت. دید در دستش به اندازه پشت ناخن نانی بود که آن را به او داده و از نظر او ناپدید شده. کمی راه رفت، سپس آن نان را بوسید و خورد. چون آن نان داخل دهانش شد، دید دل مرده‌اش زنده گردید و خفگی و دلتنگی و دلشکستگیش از او برطرف شد و گویا زندگی جدیدی به او بخشیده شد و حزن و اندوهش زائل و بسیار شادمان و خوشحال شد. پس یقین پیدا کرد که آن شخص قبله مقصود و ولی معبود امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف بود. پس مسرور و شادمان به منزل خود برگشت و دیگر در خود اثری از آن بیماری ندید. چون صبح شد نزد جناب حاج سید علی رفت و از او خواست بار دیگر او را معاینه کند. وقتی نبض او را گرفت تبسم کرد و فرمود چه کردی؟ عرض کرد کاری نکردم. فرمود راست بگو و از من پنهان مکن. چون اصرار کرد واقعه را برای او گفت. فرمود دانستم که نفس عیسی آل محمد علیه السلام به تو رسیده. برخیز که دیگر به طبیب حاجتی نداری. والحمدلله سالم شدی. او دیگران بزرگواری که در وادی السلام آن نان را به او داده بود را ندید، مگر یک روز در حرم مطهر فاروق اعظم امیرالمومنین علی علیه السلام. اما چون چشمش به جمال مبارکش روشن شد، بیتابانه به طرف او رفت که خدمت ایشان شرفیاب شود، اما ناگهان از نظرش غایب شدن. به راستی چنین است که می شنفیم. ما بارها دیده ایم و خود خبر ندار از ملاطفت هایی که به ما شده و از آن گذشتیم. عبور از زیبایی ها، عبور از نوری که راه را بر ما روشن می کند. خداوندا چشم ما را بر حقایق حجت خود بینا کن که تو خود صاحب آن نگاه بینا است. به امیدی که رسد روزی و در سایه عدل گرگ گوید نداریم و میش گوید بچری. اللهم عجل ولیک الفرج. آیت الله العظما سید صادق حسینی شیرازی در 20 ذی‌الحجه 1360 هجری قمری در کربلا و در خاندانی مشهور و عالم پرور و اهل فضل متولد شدند. در آن خاندان رسم بر این بود که کودک را به تحصیل علم و دانش بگمارند. از این رو ایشان همچون اجداد بزرگوارشان با تلاش و شوق فراوان به تحصیل علوم اهل بیت علیهم السلام پرداختند و در سن 10 سالگی طبق سنت خانوادگی ملبس به لباس مقدس روحانیت شدند و در کنار مسجع نورانی دو گوهر گرانبها و عظیم القدر حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام به کسب فیض و تحصیل علوم حوزوی پرداختند. ایشان مجدانه در زیر سایه پدر فاضل و عالمی فرهیخته به فراگیری علوم اشتغال داشتند. معظم الله که سرشار از هوش و حافظه بودند، خیلی سریع مراحل مقدمات را از پدر آموختند و وارد حوزه علمیه شدند. چندی نگذشت که پله‌های ترقی و تحصیل علوم دینی را پشت سر نهادند و دروس معمول حوزه‌های علمیه، مراحل سطح و خارج را از علمای بزرگ زمان خود فرا گرفتند. معظم الله در درس علمای اعلام و مراجع اعظم زمان خود زانوی شاگردی به زمین زدند و با جدیت و جهد فراوان به یادگیری علوم اشتغال داشتند تا اینکه امور دقیق احکام شرعی و ظرایف مسائل فقهی و اصولی را چنان که کارشناسان این رشته ها به آن اذعان داشته و گواهی می‌دهند به دست آوردند و به درجه عالی حوزه یعنی اجتهاد نایل گردیدند. عالمان اسلامی ایشان را به فقیهی جامع و اصولی مبرز و مسلط بر علم رجال و درایه و حدیث و تفسیر می شناسند. مرجع عالی قدر از دیرباز تا به امروز در هر نشستی که با بزرگان مراجع و فقیهان والا مقام دارند وارد مباحث گوناگون و دقیق علمی و امور مرتبط با شیعیان در زمان غیبت حضرت بقیت الله الاعظم امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف می شوند و از هر فرصتی هر چند کوتاه مدت برای مطرح کردن فرعی فقهی
یا مسئله اصولی و مباحث علمی گوناگون استفاده می کنند. آیت الله العظما حاج سید صادق حسینی شیرازی در پرهیزکاری، زهد و تقوا زبانزد علما و بزرگان مراجع می باشند و او را به عنوان عالمی دانشمند و با تقوا می شناسند. حضرت آیت الله العظما حاج سید صادق حسینی شیرازی در سال 1398 هجری، یعنی بیش از 30 سال پیش، کرسی تدریس خارج را بنا نهادند و در درس خارج فقه و اصول ایشان همچون چشمی زلالی سیراب کننده تشنگان دانش شد. حضرت آیت الله العظما شیرازی تنها به تربیت شاگرد در راه خدمت به اسلام بسنده ننموده، بلکه کتاب‌های گرانسنگی را نیز به جهان علم و دانش تقدیم کردند. ایشان تألیف را در سن جوانی آغاز کرده و تا کنون نیز دنبال می‌کنند و در علوم مختلف اسلامی شامل فقه، اصول، اعتقادات و تاریخ و جز آن تألیفاتی دارند و همکنون اقشار مختلف جامعه از این علوم و تألیفات بهره می‌برند. ایشان نه تنها برای عامه مردم کتاب‌های مفید به نگارش درآوردند، بلکه برای فقیهان و مجتهدان و اهل علم نیز کتاب‌های منحصر به فردی به رشته تألیف درآوردند که با استدلال‌های علمی و دقیق و با روشی متین و زیبا تألیف شده است. همه اینها گویای ذوق سرشار و قدرت علمی معظم الله است. آیت الله العظما شیرازی مراحل مختلف دروس علمی را زیر نظر بزرگان علما و مراجع در حوزه علمیه کربلا دنبال کرد. اساتید او عبارتند از آیت الله العظما سید مهدی حسینی شیرازی، پدرش، آیت الله العظما سید محمد حسینی شیرازی، برادرش، آیت الله مجاهد شهید سید حسن حسینی شیرازی، برادرش، آیت الله العظما محمد رضا اصفهانی، آیت الله العظما محمد شاهرودی، آیت الله العظما محمد صدقی مازندرانی، آیت الله العظما جعفر رشدی. از جمله آثار وی در زمینه مهدویت هم میتوان به کتابهای المهدی اجل الله تعالی فرجه الشریف فی قرآن اشاره کرد. دهم شعبان، توقیع امام زمان اجل الله تعالی فرجه الشریف برای شیعیان. در این روز ابو جعفر سمری 6 روز قبل از رحلتش توقیعی از ناحیه مقدسه حضرت صاحب الامر اجل الله تعالی فرجه الشریف برای شیعیان آورد.